و تمام دوستان حاضر در این تالار. گپایی که من امروز دارم در چهار قسمت تقسیم کردیم و چهار موضوع را در بر می گیرم. موضوع اول در باره خودم است که 294 میلیون نمیفهم 280 میلیون مرا هزار کجده بودم آل 294 میلیون سارمان صاحب گفت در باره خودم است. موضوع دوم در باره سیستم کابل بانک و ازارات آقای دلاوری رئیس بانک مرکزی است. موضوع سوم درباره پولای اصلی کابل بانک که کی برده که خلیل و حاجی حسین است و او را ما ثابت می‌سازم. موضوع چهارم درباره محمود کرزی است. خواهش می‌کنم که دقیق‌تر گوش کنید جناب رئیس. زمانی که کابل بانک در بحران رفت و امید دسیسه سازماندهی شد، دسیسه قسمی بود که البته زیادتر رول حاجی حسین و خلیل داره که کل پولا را معایف و مایل میگونیم میگیریم و کل پولا را سر شیرخان چپا میکنیم که موسا غازی هم شاید است که وقتی که اینا بانک تسلیم شدن متوالی 500 چند میلیون یکی و 120 میلیون هم از گازگروپ که در حدود 6500 میلیون دلار سر من رئیس یا چپا کردن. خب با اساس کوشش ها و پرسان کردم که آلمی رفت سر ما چپا کردن یک حسابی داره یک گپ داره یا نداره. خوی حسابی یاره که همراه موسا غازی و مدیر تصفیه و یا که کردیم و کردیم تا قلم با قلم. خب بالاخره این در 280 میلیون رسید که امروز 294 میلیون میگه. اول اگر من دروغ میگم خیلی من دوزی کرده بودم. خود چرا همون 650 میلیون کم میه؟ وقتی که هیچ یک قدر 400 میلیون نیست دروغ گفتین خب بگیرین همی 284 شام کردیم یک روز بشینین محاسبه کنین در این شام شاید دروغ نباشه. وقتی که یک گپ یک نفر که دروغ زد گپ دوم هم دروغ میدن. ما چلین میتونم که تا هنوز یک گپ دروغ نگفتیم. خب رئیس شما گوش کنین موسا قاضی با میجه است. زمانی که بانک وقتی که یک بانک تسلیم میشه یک کسی نه هر چیز یک حسابی داره از خود درست در حدود 1300 میلیون یا 1310 میلیون دارایی های مردم پیش بانک بود درست است؟ 1310 میلیون دلار. از اون جمله 910 میلیون یعنی اسیت لایبلیتی یا قرضداری بانک 1300 میلیون 1310 میلیون اینا لی طرف دیگه اسیتش که 910 میلیون قرضدارا بود درست که دارایی های ثابت بانک و اکثرش پول نقد 500 میلیون هم پول نقد بود 910 و 500 میلیون چند میشه 410 میلیون میشه یا نه درست 410 میلیون میشه. خب 410 میلیون برای شما دارایی دادیم گفتیم از این 410 میلیون 1310 میلیون میشه قرضدارای مردم بدیم. فرقش چند مون 100 میلیون 100 میلیون چی از این پیسه کپیتال سرمایه سهامدارا و بانکدارا که کلش از حسابای ما رفته موسی قاضی هم شاهد است که رفته باید این پس بیاید که از این من 280 نمیگم من 294 از 294 که 100 میلیون کم کنیم من چند قرض میمونیم 194 درست میشه یعنی سلام صاحب گوش کن 294 گفتی مصیبت داری نه 194 من نه اگه دروغ میگم بازی کرده دیگه جای کلان بزرگ دیگه نیست دیگه سرنوشت ما تعیین میشه بگو دروغ میگی اون مصیبت است دیگه 194 میلیون از 194 میلیون 20 میلیون هم ما شما حسابی کردیم که رئیس سابقه کابل بانک و سیستم دلار 50 را به حساب کرده بود 46 پس زده بود که 20 میلیون هم دلار هم قسمی تفاوت میاد
20 میلیون کم کن از 194 174 ش موند. درست؟ 174 ما قرض موندم. 65 میلیون دلار به مدیر تصفیه به شما ورقش آوردم، به دیگه آوردم که قلم قلم که چه قسم آقای فیروزی اینه گرفته در پای من نوشته. ما شما در مکتب خواندیم که یک جسم دو فضا را همزمان اشغال کرده نمیتونه. وقتی که این پیسه را من نشان میتونم که فلانی نفر گرفت فلانی زمان فلانی تاریخ، این چطور شده میدونه که من قرضدار باشم؟ 65 میلیون را کم کنیم 174 ماند 109 میلیونش. درست؟ 109 میلیون. مدیر تصفیه جایدادهای دبی مرا تانوس که فروخته 45 میلیون نخت آمده، نخت پیشش آمده 104 میلیون رسانده بوده بونه 65 میلیون چی؟ 45 از 109 بکش بله؟ چند شد؟ 64. چهار جای دادن در دبی، چهار ویلا هنوز مانده نفروخته، یا دو دانه بیلدینگ ما در بهترین موقعیت دبی که در پالوی برج دبی که هر فوتی از او متر نمیگم که فوتی از او چرب قیمت داره، در وقتش 100 میلیون دلار خریدار داشته بس پیش میخواد. فعلا هم برای من راپور آمده که 50 میلیون دلار او در حدود 50 60 میلیون او خریدار است و او را مدیر تصفیه تسلیم شده. خب با امی اگر حسابی باشه چی باشه؟ قرض ما خلاص میشه یا نه؟ این قرضای ما خلاص شد، صفر شد. کیره من میفهم حساب اگر حسابی است، اگر قانون جنگل نیست خب بیا حسابی کنه کدی من. قرضای ما صفر شد. ماند جایدادهای سرای شاهزادیم، جایدادهایی که در اینجا است. البته روز اول هنوز ما خارج بودم بدون فشاری که امروز سارانوال گفت که تمام دارایی ها مصادره شود. من تمام دارایی های خود بدون فشار سارانوال، بدون فشار که در داخل ترس داشته باشم در خارج بودم. از اموج هم در محکمه خارجی دادم برای تصفیه کابل بانک، والی هم دادم. از جمله گلبار تاورز 19 بلدنگ است، 19 بلدنگ است در بهترین موقعیت شهر در پول محمد خان. 50% از او مربوط ما است که حداقل 40 میلیون دلار خامان میشه. خو این جایدادهای دیگه این سرای شاهزاده و دیگه حساب خو ایران 50 میلیون میگه که پول ما سر دولت شد. دیگه قسمی که ما شنیدم امی کابل بام بام سیستمش و بام دیگهش در حدود 93 میلیون آفر داشت که میخریدیره. 93 میلیون میخرید سهم را خانه سهم برادرم خانومم دیگه کردم تقریبا 50% مربوط ما میشه. 50 میلیون از خودم هم میرسه. 50 میلیون و 40 میلیون و 100 میلیون من امیال سر دولت است. باز هم ایران میکنم من هم میگیرم هم میره. من همی همی بخاطر اینکه همی بدبختی که در افغانستان از طریق کابل بانک آمد امیر باز هم صدقه سر دولت میکنم و صدقه سر دنیا میکنم. این حسابای خودم شد. بیاین باز هم حسابی کنین. اگر من دروغ میگم تا هم کوشش من مبارزه من کت سیستم و کت مردم و کت دوزا از نه به خاطر اینکه که من خودم امی پیسا پس دمت آده شده من پیسا را ضرورت ندارم. من به امیست که امی پس امی پیسی ملت و پیسی امی مردم پس در سرش برسه و در جایش برسه. من باز هم ایران میکنم از طریق امی مکمه که نمیگیرم امی پیسا. این دباره خودم بود. آمدیم دباره سیستم کابل بام که هم بسیار مهم است و ازارات آقای دلاوری. آقای دلاوری در یکی از مصاحبه خود گفت که در حدود 60% همین حسابای کابل بانک بیخی گم است، یک حساب پیدا نمیشه. پیش ازی که ما داود تبصره داشته باشم بیا ببین کابل بانک، سیستم کابل بانک، سافتویر کابل بانک سافتویری است
که از او 500 بانک دنیا استفاده میکنه. یعنی همین حسابا را که کی چند روپا آورد کی چند روپا برد تمام حسابی میکنه، که از او جمله دو بانک کلان دنیا، سیتی بانک امریکاست که از همین سافتویر استفاده میکنه. ای چی سی بانک لندن است، انگلیس است، و هم استفاده میکنه که بزرگترین بانک های دنیا است، درجه یک و درجه دوم از نگاه حجم داد و ستد، که روزانه هر کدام از رئیسه 1 میلیارد داد و ستد داره، 1 روپیش گم نشد و نشنیدین هم که 1 روپیش به جای میره. ایچ تو میدونه که کابل بانک از همون سافتویری که استفاده میکنه که آی فلکس است، از کمپانی اوریکل خریده شده که تا جمله تا دادن و تاپ حسابی کمپانی های دنیا میره. ایچ تو میشه که حسابی کنه و آقای دلاوری که ایره یک بچه سنف دو هم نمیزنه منعیسی رئیسی بانک مرکزی میگه که ما حسابی کردیم ولی یک حساب پیدا کرده نتمیسی 60% میگه گم است. کفر میگی آقای دلاوری خود، 1 روپیش باید گم نشوه، همش باید پیدا شوه اگر دقیق حسابی شوه. خب اگر آقای دلاوری تو این گپ مغرضانه میزنی، تحت فشار میزنی، یا اینکه کسان رو میخوایی دوزار رو میخوایی خوش بسازی، این می قسمی که امروز ما در مکم احساس هستیم، شمشیر عدالت است که در گردن ما بزنه، او یک روز در گردن تو هم خواد زد، یک روزی می آید حساب گم نمیشه که باید ای گپ نزنه. قسمت سیوم می گپم درباره دوزای اصلی کابل بانک، کسایی که پیسه را برده. خب درباره حاجی حسین که اعلان میکنم که 80% پیسه پیش خلیل حاجی حسین است. بخاطر چی؟ ببین مسئله یک گاز گروپ که سنگ، چوب، خرد، بزرگ تمام یه میشار میفهمه که ایره از حاجی حسین است. مدت 8 از 2004 تا 2012 8 سال سی فعالیت داره، 8 سال سی فعالیت داره. گوش کو، اول تو گاز میکری از ترکمنستان 600 دلار دوستا شاهد است، با بسیار عذر و بسیار فشار دولت کیلویش 65 که اورم فشار میاد تو 65 میفروشی، 65 در حدود 1300-1400 دلار میشه. در مدت 8 سال این چقدر فایده کرد؟ و دیگه نمیفهم دوستا شاید است اکثرا از گاز کار میگیره، همین بارونای کلان اکثرا سیستمش قسمی جور کرده، وقتی که گاز داخل میشه و پس فشار میده 4 کیلو در کونی از او میمونه، که خود رئیس سبی جمهور هم خبر داده، خود رئیس سبی جمهور هم خبر داده میمونه. این چطور میدونه که اول 120 میلیون این نقص کنه؟ باز او را غیر از اینکه دیگه دوزی های خدا کرده یه سری ما چپا کنه یاد یک کنه، این نمونه یکی از دوزیایش که 120 میلیون انداخته منکر است یک قرارش نداره. وقتی که این برالا 120 میلیون نداره، وقتی که خود با خلی یک جایی بود در مکن در قیاب من، خدا هم چقدر را گره که اگر من را سیستم اجازه می دادین و می گرفتون چقدر را گره یازده باشه. دو مثلا کابل نفت پیشتر گفتن که 20 میلیون قرضدار است در سیستم در کابل نفت، شریک بودیم امی کابل نفت که 20 میلیون حال قرضدار کشیده، کدام چیزی رو نساخته، این فقط یک شرکت چی بوده؟ وارداتی که پس بوده سر مردم میفروخته. امی کابل نفت قرارداد 3 ساله وزارت آب و برق داشت که سالانه 100 میلیون دلار زیادتر از 100 میلیون 120 میلیون دلار قرارداد با وزارت آب و برق داشت که حال انرژی میگه آب و برق داشت که تیلی از دوره میفروخت و 100 دلار از نرخ بازار باز برای این کمپانی فایده میداد. این چطور 20 میلیون نقص میکنه؟ دومی که من خودم شاهد هستم، برو اسناد را سایکو، با کیلو و تن قرارداد شده، با لیتر مجرایی داده شده. چند لیتر ما یک تن میشه؟
در حدود 1300 لیتر ما یک تن میشه، یعنی 30% ایره کمی یازده. 30% کیسه باشه 100 میلیون، 30% چند میشه؟ 30 میلیون دلار میشه یا نمیشه؟ 3 سال ضرب کو 90 میلیون. کو 90 میلیون تو از چی زدی؟ و چی تو 90 میلیون نقص میکنه که 20 میلیون هم تو رو نقص نشون دادی تو اجاسی اگه تو زینه کنی. دیگه خو ایره نمیگم که 15 موتر میداد 30 موتر مجرایی میگرفت. خو این دوباره وقتی که ده کمیسیون منازعات مالی درباره کازگروپ شکایت رسید که او یک مرجعی که باید دیگه منازعات مالی از طرف رئیس جمهور یا تعیین شده باید چی کنه؟ نه تنها که حاجی حسین دوز نکشید، او را برابر حضرت عمر علیه السلام مصابه حضرت عمر علیه السلام سند است، اون را پیش وکیلای ما است که حاجی حسین چنان کار ثواب کرده است که حضرت عمر رضی الله عنه کرده است. من همی فهمی چی سیستم است، چی قضایی است، همه قسم. اگر همی حسابی ها را دمه بده من ایره میکشم کلش. دوباره خلیل سیکو اختیاری ها متام کل صلاحیت کابل بانک میشه. صرف دو مورد برای شما میگم. چاوکی کابل بانک 15 لک سیل در دو تا سیل که مصرف شد 15 لک مصرف شد کرده. خب این 12 لک مصرف نیست، دوزی نیست. یک هلیکوپتر اوانا نوشته شده 5 لک خریداری شده 4 میلیون مصرف شد کرده، 4 میلیون دلار. این تفاوت نیست، این سیستم حسابی باشه. این دو ثبوت کردن، یک قسمت اول ثبوتون که پیسه جایی نرفته و برادر رو در قسمت یک قسمت دیگه است سیستمی کابل بانک از یادم رفت که باید چی کنم؟ سیکو کابل بانک 1,300,000 زیادتر از 1,000,000 مشتری داشت، درست که شاید دمی کسایی که در زال هم هست فکر میکنم 90% 80%ش پرسان که با کابل بانک چی داشتن؟ اکاونت داشتن. همین 1,000,000 نفر برادرها بخواهیم یک روپیتون گم شده؟ یک روپیتون تا و بالا شده؟ نشده. نه که کسایی که پیسه منداخته. این چی تو میتونه که این 10 نفره که 80%ش پیش صرف دو نفر است، 10 نفر یک طرف پیسه میره یک طرف پیسه میره، صرف همین پیسه ای رفتگی که همین 10 نفره که گرفته اینجا گم میشه حساب معلوم نمیشه؟ اگر دولت باشه، اگر عدالت باشه، اگر رحم باشه یخو پیدا میشه، یخو کدام مشکل نداره. باور کن یک مبازم مرا اجازه میدادم پیدا میکنم. خب ثبوت دوم ما در قسمت که پیسه پیشی از دو نفر است. ثبوت اولا خب مش نمونه خروار برتان گفتم. خب یعنی مثلا وقتی که از یک هلیکوپتر یک قزاد از یک کابل بانگ یک قزاد زد تو فکر کن 120 برانچ جور کرد لکا دلار مصرف شد، 50,000 مصرف شد، 5 لک تیر کرد. کامپیوتر خریده شده اونجا وسایل ساختمانی خریده شده دیگه شده، چرا حسابی نمیشه؟ این ثبوت اول که پیسه پیشه. ثبوت دوم بیا بیخی چوپولی حساب میکنیم. آجی حسین تو تازه در سال دو از جرمنی از انگلیس آمدی، مهاجر بودی. وقتی که تو مهاجر هستی خصوصا در کشورهای غربی تمام حسابی میشه، یعنی تو قران روپه نداری. امروز تو 1,000,000,000 دلار اگر پیسه کابل بانک یا دوزی نکدی از کجا کدی 1,000,000,000 دلار؟ برو برو حسابی کالی. حالا خب سران واسه دم مصادره روی خدا را ببین که مصادره آجی حسین نوشته کن از کجا کد پیسه را خرید دوزی نکد. 1,000,000,000 از کجا شد؟ خب مهاجر بود آمد 1,000,000,000 شد از کجا شد؟ خلیل تو ماش با ماش کار میکنی، امروز 300 میلیون تو داری از کجا کدی اگر نگیرستی جایداد و دارایی؟ این ثبوت دوم. ثبوت سوم ما وکیلای ما است که در قضا رفت اجازه گرفت از سارانوالی که سارانوالی دوسیه های مفت کردن از شما اجازه که در سیستم ما را اجازه بده. ما شما از شما گله نداره که شما نداره، یک قصه دیگر را میکنم. احمد ضیاء مسعود برای ما وقت گرفت با شخص رئیس جمهور بعد از بحران کابل بانک. شخصا با رئیس جمهور ملاقات کردم که در اون ملاقات هم مرا پذیرفتن. داود زای هم بود، یعنی 3 نفر بودیم. من گفتم اون رئیس جمهور بلا در سرش یک 10 میلیون 15 میلیونی که خودت
دمی انتخابات و کمپاین یا مصرف کردی گرفتی یو قنیس برای نسبت به یکی 1 میلیارد کابل بان گم است افغانستان در کنشش 10 میلیارد دیگر پایین آمده اجازه بده اگر امیر ثابت نکردم یک مادم سیستم دست خدا میبرم یعنی ندانک شما وقتی که رئیس بی جمهورم اجازه ندار دیگر از کی گیله کنید ایگه پایین بود تا یک قسمت خلا شد آلی آمدیم دوباره محمود کرزی که عمر دوز گفته آمد شاهدی داد که فلانی نفر خوب است گفت تو از چی میشناسی ایره که خوب است گفت از این میشناسم که هر صبح نماز میخوانه گفت نه این گپ تو صحیح نیست گفت با کسی دیگه که پرسان که گفت نه مکت از این معامله داشتیم یعنی نفر وقتی که میتونین درست قضاوت کنی که چی داشته باشی باش ما داد و گرفت داشته باشی مسائل گرفت داشته ما در جریان 20 سال با صدها هزار مردم افغانا پیش از بانک معامله داشتم یک شونه بیاد یک نفر شکایت کنه که شیرخان پیسه ما خورده دزدی کرده پیسه ما پلیس مسکو دزدی کرد مافیای مسکو دزدی کرد بازم ما خدای مردم داده خو از اینه میگم که هزار ده ها هزار مردم افغانستان در مسکو آمد و چی کمک های کردن که پولای از یارا ما از دست مافیا و دیگه نجات داده که پیش من آمده اگر من غلط میبودم خو همون پولا را میخوردم یا مثلا وقتای جوانیم بود فرزند سالای 90 هنوز عارفی نکرده بودم مشتوب نداشتم اغلاق نداشتم خود دارم میفهمم که من از خانواد از یک قریه هستم و کس نمیشستم در اون 10 میلیون دلار مردم پیش ما بود یعنی از اون قدر ساده تر نمیشد که در اون وقت من اون پولا را میکردم و خودم در شهر مسکو گم میکردم یا در خارج میرفتم نام خودم تغییر میدادم هیچ کس رتن یعنی در نیادم نیستم پول دوزی کردن و پول گرفتن من ضرورت ندارم یک کسی دیگر را بکنم چندین مرتبه همین مافیای مواد و دیگه پیش مراجعه کرد که بیپ گفتم من ضرورت ندارم که از طریق مافیا بمواد اصلا که گپ نمیزنم من میتونم از طریق درست اما عقل خدا به من داده که از راه درست پیدا کنم من چی ضرورت دارم که خدا را خطر بندازم درست حالا مثلا محمود گفت که 400 میلیون دلار شیرخان دوزی کرده در بانک آمریکا مونده امیر کدام منطق قبول میکنه همین پیسایی که در افغانستان آن زمان طالب ها پیسه میشه در افغانستان نبود و امروز بانک مرکزی 6 میلیارد داره یا دیگه داره همین از طریق کشورهای دونر و امریکا که زیادترش از امریکا و همی آمد باز ما چی تو همین پول امریکا را دوزی کنم و پیش خود امریکا بانم امیر کدام منطق قبول میکنه کدام منطق قبول میکنه که یک نفر بره از یک بای دوزی کنه و پس پیسه را بره در خانه خودش بانه که ما فکر میکنم این گپ محمود بیخی احمقانه است که ما دوز هستم دومی که او میگه که 500 میلیون ما دزدی کرده بیرحمانه مرا دوز گفتن ما در جوابش دیگه از دو نمیزنم یک گپ میزنم یک شعر معروف رو میخوانم بیتمیزی های انسان از سخن پیدا شود بیتمیزی های انسان از سخن پیدا شود پسته بیدن اگر دن باز کند رسوا شود بان محمود کرزی بشن من دیگه گفتن این ندارم قاضی سید